عرض میکردم که در برای تیم ملی همه دنبال اینم، به هر حال تیم ملی باید موفق بشه، هیچکی هم مخالفتی با این نداره، بایدم بشه، یعنی باید که باید نداره، ولی باید تلاش کرد که بشه. یکی از دوستان چند وقت پیش راجع به یه آدمی من یه تذکری داده بود که آقا این آدم هیچ موقعیتی در تیم ملی، یعنی هیچ مقامی نداره در فوتبال ایران، و اما همه جا هست. یکی بهم گفت که این به خاطر تحریما پول کارلوس کیروش رو، این چون وضعش خوبه توی کشورهای حاشیه خلیج فارس، پول کارلوس کیروش رو ایشون بهش میده، در نتیجه کارلوس کیروش باش خیلی قاطیه، خیلی رفیق شده، خیلی بیشتر از اون چیزی که با نمازی و سیموئز رفیقه. بعد شنیدم که کارلوس کیروش در یه کار که حداقل اگرم بخواست انجام بده به نظر من نباید مطبوعاتیش میکرد، نباید رسانه‌ایش میکرد، را افتاده رفته قطر و خدمت شما عرض کنم کویت و اینا که بتونه اجازه بازیکنانی که از تیم ملی ایران توی این کشورها دارن تو باشگاهاشون بازی میکنن و بگیره، که اینم از اون حرفاست، یعنی باشگاه پولی داده، قراردادی بسته. بعد جالبه که کفاشیان هم گفته ما پولشونو میدیم، یعنی حیوانکی فکر کرده قطری که اینجوری داره سرمایه گذاری میکنه برای جام جهانی و اینا، مثلا دنبال اینه که حالا 50,000 دلار پول بده، حالا نمیدونم دنبال چیه، ایشالله هم که موفق بشه بتونه این بازیکنها رو بیاره که تیم ما بالاخره ببینیم چند امتیاز میگیره در جام جهانی. اما چیزی که برام خیلی جالب بود عکسی بود که صبح امروز اتفاقا به وقت استرالیا، آقای کیروش رفته، آقای نبی هم باش همراه بوده، این رئیس فدراسیون قطره، اون آقایی که لباسش قطریه، این آقایی که این بغل نشسته، دیدم از قول ایشون آقای هوشنگ مقدس گفتن که ما رفتیم و صحبت کردیم و ایشون قولی نداد و گفت سعی میکنیم و مذاکراتمون بسیار مثبت بود و نمیدونم ال بود و بل بود. آقا شما چی کاره ای؟ شما چه کاره ای که به همراه سرمربی تیم ملی ایران و دبیر فدراسیون فوتبال ایران در یک جلسه رسمی شرکت میکنی؟ حالا رفیق آقای کیروش هستی که هستی، یعنی البته داستان برای من معلومه چون ایشون وضعش خوبه، اینا میرن دبی، اردو، پول، یعنی داستان روشنه، ولی آقا این کشور ما که کشور نداری نیست که ما بیایم مهمترین فدراسیونمون که واقعا در حد یک وزارتخانه است دخالت بکنه، این آدم در مهم خصوصی ترین جلسات، رسمی ترین جلسات با یه فدراسیون دیگری شرکت بکنه، چیه که پول داره؟ بعد اسم ایشون رو سرچ کردم توی گوگل، خندم گرفت. حالا غیر از گوگل، این تصاویری که ملاحظه می‌فرمایید، این دوست ماست که این کنار عکس با کت سبز رنگ تقریبا، اینجا ایشان با پیراهن سفید سمت چپن و اینجا مرکز، این در کره است که ایشان تشریف داشتن روز رای گیری، این در جشن تولد آقای کیروشه که بغل دست آقای کیروش، یعنی بین کیروش سرمربی و کاپیتان، این نیمکت تیم ملی ایرانه، باز این آدم نشسته، این جلسه فدراسیون فوتبال ایرانه، این آدم باز نشسته اینجا پشت سر مسعود شجاعی، باز کفاشیان اینا هستن اینجا هم که خدمتون توضیح دادم دارن رای گیری میکنن برای انتخابات ریاست جمهوری امید و اینا، و ایشان داره چی میکنه؟ این اینم جشن تولد آقای کیروشه که دیگه ما خارجی شدیم کیک میزنیم و اینا، این رفیقمون آقای هوشنگ مقدس اسمشون هست، حسن من مخالفتی ندارم میتونیم بیاد، یعنی اصلا ما چی کاره، اما شغل چیه؟ بیان اعلام کن. خب اینو بکن رئیس فدراسیون آقای کفاشیان دیگه، به نظر این شما رو میگردونه، پول کیروش رو براتون میده، نمیدونم تو جلسه میره، قرار ملاقات با رئیس فدراسیون قطر میذاره، نگاه کن چسبیده با آقای کیروش، با این معلومه که کاریه، یعنی که داره توضیح میده راجع به فرش، شاید هم میگه اینو من برات خریدم، کادوی تولد کیروش. متاسفم از این که با ولایت ما در یه
چیزی این دوستان در جمهوری اسلامی خیلی مد کردن این جمله رو. واقعا این چیزا در شأن مردم ما نیست. اصلا من کار ندارم ایشون آدم خوبیه، کمک میکنه، ایشون نباید در این تصاویر، ایشون چیکاره است که میشینه مردم دارن بچه ها دارن رأی میدن مثلا؟ مگه این که کاریه؟ مگه این که خبرچینه؟ مگه این که بده بستونای ناجور هست؟ با رئیس فدراسیون قطر جلسه دارن، ایشون با میشه میره از امارات، بکنه محل اقامتش اماراته. باز تکرار میکنم، بزرگترین ایراد من این است که با فدراسیون فوتبال مثل دکون بقالی، مثل شعبه یه سوپرمارکت برخورد نکنید. کار ندارم میلیون اصلا فرض کنید تمام بودجه فدراسیون فوتبال میده، اجازه نداره چنین کارهایی بکنه. توی جای حساب کتاب دار، توی یه مملکتی که این مسائل چی باشد، مورد احترام باشد، این کارها رو کسی نمی کنه. دوستان عزیز ما،